خوابیدن در این حالت باعث مرگ میشه. سلام خدمت شما علاقه‌مندان مجله دلتا. قبل از آماده شدن برای استراحت شبانگاهی باید ذهن خودتون رو آروم کنین، زیرا عصبانیت به خواب شما نیز منتقل میشه. بسیاری از افراد زمانی که روزی بد و سرشار از حادثه و نگرانی دعوا و تنش را به پایان میبرند، شب نیز دچار کابوس میشن. علت این امر ناتوانی در کنترل ذهن و ایجاد آرامشه و مسبب ابتلاء فرد به بیماری های مختلف میشه. و اما نکات مهم خوابیدن در شب. دانشمندان دانشگاه ایالت آیووا در امریکا به تازگی با مطالعه بر روی 436 داوطلب بزرگسال و اندازه‌گیری میزان خشم اونها دریافتند هرچه میزان ناراحتی و استرس روحی بیشتر داشته باشند، به همان اندازه کیفیت خواب آنها نیز کاهش می‌یابد. بیخوابی، بدخوابی، دیدن خوابهای آشفته و کابوس، خواب سبک، خوابالودگی و سردرد پس از بیدار شدن از خواب، همگی در اثر کنترل نکردن خشم و عصبانیت قبل از خواب به وجود میاد. بر این اساس کارشناسان به افراد توصیه می کنند با انجام راهکارهایی چون مکالمه با فردی که دچار عصبانیت نسبت به او شدید یا انجام ورزش‌هایی مانند یوگا و مدیتیشن، گوش دادن به موسیقی یا تماشای فیلم مورد علاقه، نوشیدن آب و مایعات، کم کردن نور، صحبت با دوستان، نوشتن احساسات بر روی کاغذ و روش‌هایی از این طریق خشم را کنترل و خود را آرام کنید تا خواب راحت داشته باشید. چگونه خوابی راحت داشته باشیم؟ کارشناسان هشدار میدن دیدن کابوس، بدخوابی و بیخوابی در دراز مدت میتونه سبب آسیب به سلامت جسمی و روحی و ابتلا به بیماری هایی چون سرطان، دیابت، فشار خون، آلزایمر، افسردگی و چاقی بشه. برای داشتن خوابی راحت، فضای اتاق خواب نیز بسیار مهمه. نظافت اتاق، استفاده از نورهای ملایم در دکوراسیون، رنگ دیوارها و پرده، استفاده از گل یا میوه سیب برای ایجاد رایحه‌ای خوش، درجه تاریکی و دمای اتاق، همگی در کیفیت خواب اثر دارند. با رعایت این موارد میتونید حتی در پر استرس ترین زمانها در زندگی خوابی راحت و با فراغ بال داشته باشین و با تمرکز و انگیزه بالا از خواب بیدار شده و به انجام کارهای خود بپردازید. امیدوارم زندگی آرومی داشته باشید. راستی کانال ما را هم سابسکرایب کنید، زنگوله را هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر بشین و در ضمن اپلیکیشن مجله را هم دانلود کنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون باشه.